درود بر شما شنوندگان عزیز، صدای ما رو از رسانه مرجع پارسی زبانان کانادا میشنوید. با توجه به خریداران و فروشندگانی که هر روزه از هر گوشه دنیا در معاملاتی به ارزش تریلیون ها دلار شرکت میکنن، فارکس به یک بازار جهانی مبدل شده. تبدیل تجارت ارز خارجی به یک فعالیت جهانی بیانگر اونه که رویدادهای کلان اقتصادی بیش از پیش نقش مؤثری در بازار فارکس بازی میکنه. با توجه به درخواستهای مکرر شنوندگان عزیز، در این برنامه به برخی از روندها و رویدادهای اقتصادی که افراد تازه وارد در بازار فارکس باید از اونا مطلع باشن اشاره خواهیم کرد. بخش بعدی برنامه شنونده یکی از جذابترین برنامه های رادیویی به نام روی خط اقتصاد رو داریم که به بررسی حوزه های سرمایه گذاری، بازارهای مالی و اقتصاد خرد و کلان میپردازه. با اجرای همکار خوبم سمیه رحیمی و کارشناس محترم حوزه سرمایه گذاری و فارکس جناب آقای مهدی مهاجران. به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و شاد و سلامت باشید. سمیه رحیمی هستم، صدای ما رو از رادیو تورنج کانادا میشنوید. خیلی خوش برگشتید به روی خط اقتصاد. جناب مهاجران، ضمن عرض سلام خوش آمدگویی خدمت شما، یه سلام علیکی با شنوندگان ما داشته باشین، در خدمت شما خواهیم بود. سلام میکنم خدمت شما و همه همکارای عزیزتون. خیلی خوشحال هستم که امروز در خدمت شما و رادیو تورنج هستم. امیدوارم که بتونیم اطلاعات خوبی رو به شنوندگان عزیز این برنامه منتقل کنیم. سپاسگزارم. لازم میدونم عرض کنم خدمتتون که جناب مهاجران تحصیل کرده رشته مدیریت دانشگاه تهران و بعد از اون هم در زیر شاخه فایننس هستن و ایشون از سال 2005 با بازارهای مالی در استرالیا آشنا شدن و در صندوقهای سرمایه گذاری خصوصی به صورت مشاور فعالیت داشتن و در حال حاضر هم چندین ساله که پارتنرشیپ بروکریج CMC مارکت در کانادا هستن. پس یقیناً حضور ایشون و دانش ایشون میتونه چراغ راه برای همه علاقمندان به این حوزه باشه. همونطور که میدونید مخصوصاً در چند سال اخیر علاقمندان به این بازار سرمایه گذاری خصوصاً فارکس و ارز دیجیتال خیلی زیاد شده و هر کدوم ما در نزدیکی اون حداقل یک نفر رو میشناسیم که به این بازار علاقمنده یا داره فعالیت میکنه. و واضحه که داشتن دانش و آگاهی در مورد این بازار میتونه از یه سری خطرات و شکست‌های احتمالی هم دور بکنه و دقیقاً به همین دلیله که ما اینجا هستیم که در این مورد صحبت بکنیم و در خدمت شما هستیم. جناب آقای مهاجران، لطفاً برای ورود به این موضوع بفرمایید اصلاً بازار مالی چیه و انواع این بازار رو لطفاً برای ما توضیح بفرمایید. بله، خواهش میکنم. عرضم به حضور شما که اگه بخوایم به طور ساده بیانش کنیم، بازارهای مالی همون بازارهای قدیمی هستن، هیچ فرقی نمی کنه. تجارت از هزاران سال پیش همون تجارت بوده تا همین الان. فقط فرقش این شده که در تجارت‌های قدیم که شروع می شده از یک تجارت کالا به کالا شروع شده، بعد پول اومده، بعد نحوه این معاملات عوض شده. امروز با خب پیشرفت تکنولوژی و دسترسی افراد به منابع مختلف و بازارهای مختلف، میتونیم بگیم که اون نفس تجارت الکترونیک شده. حالا وقتی که این بستر برای همه فراهم شده، میشه گفت که فاصله زمانی و مکانی حذف شده. افراد میتونن در بازارهای مالی بسته به دانش و تواناییشون و بسته به اینکه چه ایده هایی داشته باشن، در موقعیت های مختلف، در کالاهای مختلف یا در شرکت های مختلف سرمایه گذاری کنن. من میتونم جنبندی کوتاهی که داشته باشم اینطور باشه که ما تمام تجارت رو میتونیم بگیم متمرکز کردیم در یک بستر که حالا اون
به طور کلی میتونیم به اسم بازارهای مالی بشناسیمش. حالا این بازارهای مالی زیر شاخه های زیادی داره، از انواع بازارها داره، انواع قراردادها داره، که خب حالا به تفصیل در جلسات یا برنامه های بعدی میتونیم بهش بپردازیم. سوال بعدی اینه که لطفاً بفرمایید این بازار برای چه کسانی مناسبه؟ البته یه مقداری روانشناسیه، ولی خب شما که سالهاست در این مورد تجربه دارید حتماً میدونید که این بازار برای چه کسانی با چه روحیاتی مناسبه. بله، عرضم به حضور شما که بازارهای مالی میتونم بگم ما نمیتونیم به اون صورت محدودیتی برای افراد قائل بشیم، بگیم فقط این افراد در بازارهای مالی فعالیت داشته باشن و این دست افراد نداشته باشن. چیزی که مهمه اینه که افرادی که میخوان وارد این بازارها بشن باید یه مقداری برای خودشون شفاف باشه که هدفشون از ورود به این بازارها چیه، چه هدفی رو دنبال میکنن. چیزی که من بیشتر میبینم سردرگمی در این نوع تصمیم گیری هاست، سردرگمی در این هستش که اصلا یک شخص نمیدونه چرا وارد این بازار شده یا با اطلاعات اشتباهی وارد شده. به این شکل که وقتی که ما وارد بازارهای مالی میشیم باید بدونیم که ما یه فعال حرفه‌ای هستیم یا یه فعال غیر حرفه‌ای هستیم. آیا ما یه فعال هستیم که تمام زمانمون در این بازار هست یا تمام زمانمون در این بازار نیست؟ آیا ما وقتی که وارد این بازار میشیم به صورت سرمایه گذار داریم وارد میشیم یا به عنوان یک معامله‌گر داریم وارد این بازار میشیم؟ حالا بسته به هر کدوم از اینها ما یه سری ابزار لازم داریم. به طور مثال اون کسی که به عنوان سرمایه گذار وارد میشه یک نوع ابزار لازم داره، اون کسی که به عنوان معامله‌گر وارد میشه یک نوع ابزار لازم داره، یه توانایی های مختلف اینها لازم دارن. به نظر من خیلی خیلی مهمه کسی که میخواد وارد این بازارها بشه اول دلیل ورودش رو برای خودش مشخص کنه. بعد از اینکه دلیل ورودش رو مشخص کرد بدونه که میخواد توی کدوم دسته از این افراد باشه. آیا من میخوام در بازارهای مالی فقط به عنوان یک اینوستور یا سرمایه گذار باشم؟ یعنی من کارم جای دیگه است، درآمدم جای دیگه است، از اضافه درآمدم، از پولی که اضافه میمونه آخر هر ماه من میخوام یه جای اینوست کنم، یا نه من میخوام به عنوان معامله‌گر بازارهای مالی باشم، یعنی کسی باشم که در زمان کوتاهی دارم خرید و فروش میکنم. حالا این زمان کوتاه منظورم حتما چند دقیقه و چند ساعت نیست، شاید حالا تا دو هفته سه هفته یک معامله‌ای بخواد زمان ببره. اینها رو وقتی که یه نفر مشخص کنه بعد این مرحله اول هست که مرحله دوم این هستش که بنا به این اتفاقاتی که و تصمیمایی که گرفته و تکلیفش مشخص شده حالا ببینه چه چیزایی لازم داره، چه ابزارهایی لازم داره، چه دانشی لازم داره و چه راهی رو باید طی کنه. به نظرم اینطوری باید به این مسئله نگاه کرد، نه اینجوری مثلا سیاه و سفید نباید بهش نگاه کنیم که این افراد بیان در بازارهای مالی یا این افراد نیان. باید ببینیم دیدگاه هر کس چی هست و بسته به اون دیدگاهش چه راهی براش مناسب هست. درست. لطفاً جناب مهاجران بفرمایید که برای کسانی که علاقه مندن اصلا به این حوزه، چون علاقه یه چیز، توانایی انجام دادنش واقعا یه چیز دیگه است، چطور باید وارد این بازار بشن؟ بله، در نظر بگیرید که حجم معاملات و حجم پولی که در گردش هست در این بازارها به صورت وحشتناکی بالاست. من میتونم بگم، اینو خیلی جاهای دیگه هم گفتم، مرکز تولید ثروت دنیا میتونیم بگیم بازارهای مالیه. پس من اینو میگم که یه مقداری افراد با دید بهتر و یه ذره با وسواس بیشتری عمل کنن. یه جایی که ثروت دنیا رو داره تولید میکنه نمیتونه جای راحتی باشه و نمیتونه جایی باشه که ما بدون دانش و بدون آگاهی و بدون تجربه بتونیم واردش بشیم. چیزی که میتونم به عنوان این بگم که یک کسی که میخواد وارد این بازارها بشه باید چه راهی رو طی کنه، البته بیشتر این صحبت من برای کسایی که خودشون میخوان وارد بازار بشن، خودشون میخوان فعال باشن
چون که اگه مثلا یه نفر فقط به عنوان سرمایه گذار بخواد هر از گاهی هر چند ماه یه باری یک سرمایه گذاری توی بازار سهام داشته باشه یا بازار بالاخره کامودیتی ها داشته باشه، خب میتونه خیلی راحت از یه مشاور مشورت بگیره، کاری که میلیون ها آدم میکنن، میپرسن که حالا چی بهتره اون کار انجام بده. ولی بیشتر روی کرده من الان صحبت من راجع به اون افرادی هستش که میخوان فعال خودشون وارد این بازار بشن، خودشون شروع کنن خرید و فروش کنن. بیشتر روی صحبت من این دسته افراد هستن. این دسته افراد نیاز دارن که یک دانش و آگاهی خودشونو خیلی خیلی بالا ببرن. دانش و آگاهی بازارهای مالی فقط اخبار خوندن نیست، چیزی که ما میبینیم خیلی افراد انجام میدن ولی نتیجه معکوسی داره. تجربه بالاخره چیزی هستش که در طول زمان اتفاق میفته، چیزی نیست که یه نفر بتونه یه شبه یا یه هفته یا یه ماه اینو به دست بیاره. هر قدمی که میذاره جلو یه چیز جدید بهش اضافه میشه، پس در زمان اون تجربه خودش به دست میاد. ولی کاری که باید یه نفر انجام بده من میتونم به چند دسته تقسیمش کنم. یک، یاد گرفتن علم و دانش تحلیل قیمت که ما در بازار مالی بهش میگیم تحلیل تکنیکال. بله. یه نوع، اگه دوستان آشنایی نداشته باشن با این واژه، میتونیم بگیم یه نوع بازخوانی حرکات قیمته. اکثر افراد شاید توی حداقل مثلا تلویزیون یا اخبار دیده باشن که مردمی که تو بازار بورس هستن قیمت‌ها یا یه چیزایی مثل نوار قلب بالا پایین میره، اونا همون حرکات قیمت هست. کسی که میخواد وارد این حوزه بشه یک بخشی از تواناییش باید مسلط شدن به تفسیر این حرکات باشه، که حالا این خودش یه دامنه و یه دانش زیادی میخواد و یه مسائل زیادی میخواد که حالا ما الان واردش نمیشیم. مبحث بعدی مباحثی هستش که بالاخره یک نفر که در حوزه اقتصاد میخواد کار کنه باید یه دیدگاه و یک توانایی دال بر تفسیر و دیدگاه پیدا کردن مثبت و درست از مسائل اقتصادی پیرامون خودش باشه، که ما در این حوزه اینو بهش میگیم رفتار یا موضوعای فاندامنتال. دلی. پس یه نفر باید بتونه از لحاظ تکنیکی قوی باشه، تکنیکالش قوی باشه، بتونه از لحاظ فاندامنتالی قوی باشه، و مسئله سوم مسئله هستش که از لحاظ روانی، روحی، فکری بتونه به اون مرز آمادگی برسه. که حالا این قسمت سوم که بسیار هم مهم هست میتونیم تو دو بخش تقسیمش کنیم. بخش اول اونه که بالاخره هر فرد توانایی‌های منحصر به فرد خودش رو داره. یک کسی شاید یه نقاش خوب باشه، یک کسی صداش خوب باشه. یک بخشش توانایی‌های فردی واقعا. یعنی من اینطوری فکر می‌کنم. بعد اون توانایی‌های فردی در درون یک آدم باشه بالاخره برای این موضوع. بخش دوم تربیت این هست که حالا اون کسی که داره اینو شکوفاتر کنه، یا اونی که اینو کمتر داره بتونه اینو بالاخره تو یک سطح بالاتری از خودش پیدا کنه. اینجا بخشی هستش که خیلی افراد باید روش کار کنن، که خب این یه مقداری زمان میبره تا افراد بتونن از لحاظ روانی، روحی روی این مسئله کاملا مسلط بشن. و مسئله تجربه هم که خب کاملا مشخصه، هیچ میونبری براش نیست و افراد باید اون مسیر رو طی کنن تا بتونن به اون توانایی برسن. خیلی متشکرم. خسته نباشید. یه سر به همکارانمون در اتاق فرمان میزنیم. برمیگردیم با شما خواهیم بود. خوش برگشتید به روی خط اقتصاد. با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود در خصوص بازار سرمایه گذاری. به عنوان سوال پایانی عرض کنم خدمتتون که لطفاً بفرمایید توقعات ما از این فعالیت توی بازار چطور باید باشه، که نه خیلی بالا باشه که سرکوب بشه انتظاراتمون، نه اینکه پایین باشه نتونیم به اون هدفی که می‌خوایم برسیم. بله، این سوال خیلی خوبی هستش که من دوست دارم یه مقداری بیشتر راجبش توضیح بدم. به خاطری که
متاسفانه ما از در رسانه ها یا در سوشال میدیا میبینیم که یه تبلیغاتی راجع به بازارهای مالی میشه که اینها اصولاً با واقعیت منطبق نیست. من خیلی وقتا میبینم که یه نفر میگه که نمیدونم یه شبه بیا پولدار بشو، نمیدونم یا یه دوره ای رو نمیدونم یه هفته بگذرونی، نمیدونم بعد روزی اینقدر درآمد داشته باشین و اینجور چیزا. میخوام به تمام شنوندهای عزیز اینجا من قول بدم که تمام اینها واقعی نیست، هیچ کدومش به واقعیت نمیپیونده. همونطور گفتم بازارهای مالی بسیار بسیار بازارهای جدی هست، جایی هستش که بزرگترین مؤسسات مالی دنیا اونجا حضور دارن. پس مطمئن باشید کسی نمیتونه اینو به راحتی با یه دوره یه هفته یه ماهه یا یک چیز خیلی پیش پا افتاده بتونه اینو در اختیار شما قرار بده. به نظر من توقعات ما و انتظارات ما باید بر مبنای واقعیت باشه. میتونم اینو به همه قول بدم که اگر کسی واقعا از لحاظ علمی، تکنیکی، روحی، روانی، تجربی به اون سطح ایدئال برسه، مثل تمام کارهای دیگه، میتونه تو این بازارها موفق باشه. ولی اگر دنبال میونبرهایی باشه که این مسیر رو طی نکنه یا این مسیر رو ناقص طی کنه، مطمئناً آسیب‌های بیشتر از آسیب‌های بیزنس‌های دیگه در انتظارش خواهد بود. به خاطر اینکه اینجا شما مستقیماً با پول سر و کار دارین. ما مفاهیمی داریم که حالا در حوصله این جلسه نیست، به نام اهرم‌ها، لوریج‌هایی که در این بازارا به افراد داده میشه. خب اینها برای کسایی که اون توانایی لازم رو فعلا ندارن، خب میتونه آسیب‌های جدی داشته باشه. به نظر من انتظارات افراد باید واقعی بشه. وقتی که واقعی بشه، وقتی که بازارهای مالی رو مثل تمام کارهای دیگه در نظر بگیرن، ببینن که اینم مثل یک بیزینس دیگه است، مثل یک کار دیگه است، من باید روش وقت بذارم، باید روش علم پیدا کنم، باید روش تجربه پیدا کنم، اون موقع میتونن مسیر رو درست‌تر برن. برای همین من طرفدار اون بخشی هستم که این انتظارات واقعیه، مثل یک بیزینس واقعی بهش نگاه میشه. حالا بیزنس مدرن تری هست، شما دسترسی های بالاتری دارید، ولی چیزی که بیشترین هشدار رو میخوام به افراد بدم اینه که فریب این تبلیغاتی که واقعی نیست رو نخورن و بیشتر تمام سعیشون رو روی یادگیری، علم، تجربه و مسائل روحی و روانی بذارن که منابع حالا خیلی زیادی هست که میتونن بهش دسترسی داشته باشن که این مسائل رو در خودشون تقویت کنن. بسیار خوب، سپاسگزارم، خیلی متشکرم. سپاسگزارم از شما و حضورتون. ما هم یه قول از شما بگیریم که خیلی زود مجدداً بتونیم در خدمت شما باشیم و از دانشتون استفاده کنیم، چون واقعا انقدر این مباحث گسترده است در مورد بازار که به همش نمیشه توی یک رو 20 دقیقه پرداخت. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین، از حضورتون خداحافظی میکنم. خواهش میکنم. منم خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو تورنج بودم. متشکرم. برای شما و همه شنوندگان عزیز آرزوی سلامتی و موفقیت روز افزون دارم. متشکرم. خیلی ممنونم. شنوندگان محترم، از شما هم سپاسگزارم که همراه ما بودید. امیدوارم این بخش از برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه و از موضوع مورد بحث استفاده لازم رو برده باشید. علاقمندیم که نظراتتون رو در این خصوص بدونیم، همینطور سوالاتتون رو، پس با سامانه صوتی و پیامکی 604-655-7070 با ما در ارتباط باشید. از طرف خودم و همکاران خوبم در رادیو تورنج کانادا برای همراهی همیشگیتون سپاسگزارم و شما رو به خدای مهربون می سپارم. همچنان شنونده رادیو تورنج کانادا هستید. تا درودی دیگر، بدرود.